صحبت میکنن اونجا. تعدادی از شاهدان دیگه هم کتاب هایی نوشتن از گروه ها و گرایشات مختلف. با این وجود هنوز گوشه های کمی از این جنایت روشن شده. باشد که روزی در یک دادگاه بین المللی عامران و عاملان این جنایت بزرگ به دست عدالت سپرده شوند و محاکمه بشوند. در ادامه تظاهرات ایرانیان در پاریس، آقای ماکس سیلا، هنرمند معروف مارتینیک، به یاد شهدای مجاهد و مبارز قتل عام شده قطعی با فلوت نواخت. او در ابتدا گفت: برای من خوشبختی و سعادتی بزرگ است که در میان شما هستم. شما مردم آزادی خواه، ایرانیانی که از آزادی و حقوق بشر و دموکراسی در ایران حمایت میکنید. به یاد یک واقعه بسیار غم‌انگیز در سالهای 1988 1367 که تعداد زیادی شهید داشته است، کسانی که احساس میکردند زندگیشان به روشن شدن واقعیت برای پیروزی کمک خواهد کرد، یعنی آن آزادی واقعی و صلح الهی که در واقع صلح، آزادی و هماهنگی برای همه است. من از مارتینیک به اینجا آمدم، از شهر امسزر، بزرگترین نویسنده، شاعر و سیاستمداری که در سراسر دنیا شناخته شده است. کسانی که جنگ‌های زیادی برای آزادی و انسانیت انجام دادند. من از شما حمایت می‌کنم به خاطر انسانیت، صلح و آزادی. به همین دلیل آهنگی را که ساختم برای تان می نوازم تا با آن این لحظه را تا آخر زندگیم حفظ کنم. در پایان تظاهر کنندگان به سمت میدان تروکادرو به راه پیمایی پرداختند.